چی میشد اگه میتونستید همه چی رو بدون لمس کردن کنترل کنید؟ چی میشد اگه میتونستید از ذهنتون برای هر کاری از جمله خم کردن یه قاشق تا بلند کردن ماشین ها و حتی برای توقف گلوله هایی که درست روبروی شما هستن استفاده کنید؟ اون وقت محدودیت کارهایی که ذهنتون میتونست انجام بده تا کجا بود؟ اینجا میخوایم بهتون بگیم اگه کنترل ذهنی واقعیت داشت چه اتفاقی میافتاد؟ از همون ابتدای شکل‌گیری احضار ارواح، مدیوم‌ها مدعی می‌شدن با مرده‌ها در ارتباطن. در همین جلسات مردم می‌دیدن که اجسام به طرز عجیبی در اتاق به پرواز در میان. خیلی‌ها چیزایی که می‌دیدن رو باور می‌کردن. فقط نخای نامرئی که این مدیوم‌ها برای فریب بیننده‌ها استفاده می‌کردن رو نمی‌دیدن. کنترل ذهنی یا کنترل از راه دور توسط یک شعبده‌باز به نام هری هودینی به غلط تقویت پیدا کرد. این شعبده باز در سال 1926 $10,000 جایزه گذاشت برای کسی که بتونه توانایی‌های ذهنی رو به اجرا بذاره که اون روی استیج نتونه تقلیدشون کنه. اما هیچ کس برنامه هودینی رو با این جایزه ترک نکرد. در دهه 1970 کنترل ذهنی تا حد بسیاری توجه دولت‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رو به خودش جلب کرده بود. اونا ده‌ها سال در این زمینه به آزمایش پرداختن، اما تنها چیزی که تونستن اثبات کنن این بود که کنترل ذهنی چیزی بجز ایجاد سرگرمی برای عامه مردم نیست. اما تصور کنید اگه چنین قدرتی داشتین چی کار می‌کردین؟ چه جوری ازش استفاده می‌کردین؟ خیلی خوب، بیاین از اینجا شروع کنیم. کنترل ذهنی نمیتونه بی حد باشه. میتونین به عنوان عضله‌های نامرئی بهش فکر کنین. هرچی بیشتر روی عضلات کنترل ذهنیتون کار کنین، قوی‌تر میشن. شاید بتونین کنترل تلویزیون رو بیارین پیش خودتون. شاید بی اون که مجبور بشین برین تو آشپزخونه، یه فنجون قهوه واسه خودتون درست کنین. یا شاید بتونین اجسام کوچیک و معلق کنین، فقط برای تفریح. وقتی تو این کار مهارت پیدا کردین، میتونین با اجسام بزرگتر تمرین کنین، مثل حرکت دادن ماشین تو محوطه پارکینگ. این کارا خیلی زود شما رو خسته میکنن و شاید تو وهله اول موفق نباشین، چون مثل هر فعالیت دیگه‌ای، تمرین کنترل از راه دورم کار ساده‌ای نیست. باید خیلی روش کار کنین. شاید بتونین قدرت کنترل ذهنیتون رو به قدری تقویت کنین که بتونین ابرها رو کنار بزنین و شهرتون رو از شر یه طوفان یا گردباد نجات بدین. به پرواز در اومدن در هوا به مراتب کار سخت‌تریه، چون باید خودتون رو از سر راه اجسامی که در برابرتون هستن کنار بکشین و این فقط برای مسافت‌های کوتاه جواب میده. اما شاید تو ساعات شلوغی هم به دردتون بخوره. همش به این بستگی داره که چجوری از قدرتتون استفاده میکنین. اصلاً به فکر بلند کردن یه ساختمون از روی زمین نباشین. هرچند نمیتونم بگم محدوده قدرتتون چقدر میتونه باشه، ولی بلند کردن چیزی که از شما حجیمتر و سنگینتره مطمئناً مافوق محدوده قدرتتونه. استفاده از قدرت ذهنی برای حرکت دادن اجسام میتونه به راحتی از کنترلتون خارج بشه و برای کسایی که اطرافتونن خطرناک باشه. به احتمال زیاد حتی انجام دادن کوچکترین کارها در این زمینه به تمرین و قدرت اراده بالایی نیاز داره. اصلا شاید خوبه که نمیشه هیچ کدوم از این کارها رو تو دنیای واقعی انجام داد. قوانین فیزیک بهمون میگن امواج ذهنی میتونن ورای محدوده جمجمه شما سفر کنن. میتونین به کمک ذهن یه قاشقو خم کنین، اجسامو از زمین بلند کنین و خودتونو در هوا معلق نگه دارین. ولی چی میشد اگه راهی بود تا بخش کوچیکی از این قدرت ماورایی رو به شما میداد؟ شاید انجام کنترل از راه دور بتونه واقعیت داشته باشه، اما نیازمند کار گذاشتن سیم‌های بسیار باریک در مغز شماست. الان به کمک تکنولوژی میتونن ذهن شما رو بخونن، اونم با کمک قطعه‌ای که میتونه فعالیت‌های مغز شما رو در قالب گفتار در بیاره. الان شرکت‌هایی مثل پارادرومیکس و ایلان ماسک نورالینک دارن رو فناوری کار می‌کنن که میتونه بهتون کمک کنه تا با فکر کردن اجسامو بلند کنین. این تحقیقات میتونه به بیمارانی کمک کنه که دچار فلج جسمانی، نابینایی یا سندرم عدم حرکت جسمانی هستن. با این کار زندگی این اشخاص متحول میشه. کسایی که دچار فلج جسمانی هستن میتونن از یه ایمپلنت مغزی استفاده کنن تا بتونن از دستگاه‌های کامپیوتری و اندام‌های مصنوعی استفاده کنن. به مرور این ایمپلنت مثل گوشی‌های تلفن همراه رایج میشه.
اگه این قطعه در مغزتون باشه، میتونه انباشته بزرگی از اطلاعاتو از طریق سیم‌هایی که بسیار بسیار باریکتر از تار موی شما هستن منتقل کنه. البته مثل اون کنترل ذهنی که تو فیلم ها میبینین نخواهد بود و در عوض یه جور دستیار تکنولوژیکی خواهید داشت. چی میشد اگه این کار سرآغازی برای پیوند ما با تکنولوژیمون میشد؟ چی میشد اگه قدم بعدی در مسیر تبدیل شدن به یه سایبورگ کامل بود؟ و اما چی میشد اگه میتونستیم به جای همه این کارا مغزمونو توی جایی مثل کلاود آپلود کنیم؟ خب، این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه. با مغز باز همراه باشیم.